همه چی عالیه. آقا اینا فیلم برداری کنم من صحبت نمی کنم. نمیخوام آقا چک زیاد داریم همش هم برگشتیه. نمیشه که هر کی بیاد بگه آقا چک دارم جنس بدم بده. نمیتونیم که اون 80 تومن منظورت وعده یه دیاره. وعده جنس میفروشیم. خب هرچون بالاخره میان سرمون کلا میذارن دیگه. نمیشه شناخت که آدم ها رو. اصلا به آدم غریب جنس نمیفروشیم. چرا نمیشه شناخت؟ چند سال کاسبی؟ من از بچه کاسبم. 35 15 سال تقریبا 10 ساله. حدودا 5-6 سال. از 59 تا حالا 30 سال. کاسب 22 ساله مهمترین چیز برایش تو کاسبی چیه؟ اعتماد مشتری. بازار کلا بر مبنای اعتماد و اون اعتباره. کاسبی کلا اعتماد صداقتشه. اعتماد نباشه کاسبی نمیتونه شما بکنه. مهمترین سرمایه یک کاسب صداقته. حرفی که میزنه پای حرفش وایسه. دروغ نگفتنه دیگه مهمترینش. شده از اعتمادتون سوء استفاده کنه؟ اصلا هیچ شخصی رو نمیشه شناخت. اعتماد کردیم بهشون جنس دادیم که بعداً حسابشو بگیریم. رو اعتمادی که علی اون وقت طرف زیرش زد و نداد حسابمون. یک جوری بهش اطمینان می‌کنی برمی‌داره میره. الان کار دادیم به بابا برده شهرستان چکاش برگشت شده. خیلی موقعا برگشت می‌خوره طبیعیه دیگه برگشتی داره. یه سری هم اصلا برگشت نداره اونم هست دیگه. 200 میلیون چکش برگشت شده. دلیل میشه که مثلا جمع کنیم مغازه رو بگیم ول کن ما با هی پولمون رو میخورن. نه زندگی ادامه داره یعنی اینجوری نیست که مثلا. ولی خب دیگه اون بار روانی طول میکشه تا از ذهن طرف بره بیرون. نمیشه دیگه آلوده شدی عمرتو گذشتی دیگه. شما 20 سال 23 سال تو یه کاری بودی داری انجام میدی حالا با همه فراز و فرودی که داشته حالا هزار بدبختی که داشته کارتو به نتیجه رسوندی کار انجام میدی. حالا یه موقعی مشتری به ضربه میزنه چکش باسته میشه پولتو نمیده. نه بالاخره شغل ماست آبروی ما سالها زحمت کشیدیم تا اعتباری جمع کردیم مشتری جمع کردیم. نه اینجور نیست. 100% زندگی رو نمیتونی متوقف کنی بگی من میرم تو خونه در میبندم نمیام بیرون که مثلا اینجوری شد. نه خب پیش میاد. هر کدوم از اینا هم یه تجربه است دیگه. یعنی بعد عهدی هم که میبینید باز ببینید اون بعد عهدیه از سود بود. یه موقع مثلا من 100 تا مشتری دارم شاید تو 100 تا دو تاشون اینجوری این کارو بکنم. بعد دست من شما خالص پیش میاد دیگه. پس از یعنی اشتباه میکنید دیگه. کلا انسان جایز الخطا است. شما اشتباه نکردی. من دوست دارم درست انتخاب کنم ولی یه موقع یه جا اشتباه میکنم. چه حسی به آدم دست میده وقتی یکی حرفی که میزنه وعده ای که میکنه رو عمل نمیکنه؟ ناامیدی دیگه کلا. بی انگیزگی ناامیدی. آدم خودش خیلی سرزنش میکنه میگه خودش باعث این قضیه شد. اعتماد به هیچ کی نمیکنه یا مثلا حتی تو زندگی شخصیش هم مشکل میخوره. چجوری آدمای قابل اعتماد رو پیدا میکنی؟ در اصل تجربه به دست میاد. همینجوری به دست نمیاد. فرمود همه چی درست کرد. حتی ازدواج خیلی مهمه. تغییر خیلی مهمه. با وعده ای که انجام میده با تعهدی که داره سر وقتش انجام میده خدا مطمئن میشه به طرفش دیگه. آدم درست که زیاد هستش. خب اعتبار به اون سالایی که تو بازارم بوده مثلا بستگی داره. پیش میاد سوخت نداده باشه. به هر حال پیش میاد. این بازار همه جور صنف هست. همه جور صنف. آدماش مقدار میزان بعضی خوبیشون فرق میکنه. من که رو قصد باشه به هر حال پیش میاد تو کاسبی بیا آقا. ولی تو هم با همین دقتی هم که میکنی بازم ممکنه سوخت. اصلا این بازار غیر ممکنه سوخت نشته باشه. بزرگترین سرمایه آدم ها از نظر تو چیه؟ تا حالا شده از اعتماد کردن به بقیه آدم ها ضرر کنی؟ همه ما تو زندگیمون یه بار انتخاب اشتباه کردیم. اما آیا این دلیل شده که همه چیز رو بذاریم کنار؟ چقدر تو زندگیتون سعی میکنید آدم های درست رو انتخاب کنید؟ تو کاسبی، توی ازدواج، تو هزار تا چیز دیگه. میخواییم امروز آدم های درست زندگیمون رو پیدا کنیم.